حضرت هر چی سختی میکشه لذت میبره. چرا؟ چون به هر سختی که میبره این ارتفاع مقام داره پیدا میکنه. هر مسخره ای که بشید یه درجه میرید بالا عندالله. پیغمبر اکرم تو مکه از اینکه بهش میگفتن دیوونه ناراحت میشد، برمیگشت چیزی میگفت نه خوشحالم میشد. چرا؟ به دلیل اینکه هر یه دیوونه ای که به پیغمبر میگفتن حضرت یه ارتفاع مقام پیدا میکرد، درجهش میرفت بالا. اذیت هایی که در راه خدا بر مؤمنین میاد، این اذیت ها بر مؤمنین که بد نیست که. آقا ابو عبدالله حسین در روز عاشورا ضرر نکرده که، در روز عاشورا یزید ضرر کرده. گفت حالا یه حرفی مدار سنگینه میگم، تو ذهنتون باشه، بدن روش فکر بکنید. یزید برای خودش بد بود نه برای امام حسین. یزید برای خودش بد بود نه برای امام حسین. چرا؟ اگر یزید نبود امام حسین چجوری مقام شهادت میرسید؟ مقام شهادت برای امام حسین بد بود یا خوب بود؟ ها، لذا در روایات در دعاها داریم خدایا من رو پل رفتن دیگران به بهشت قرار نده، غیر از موجب هدایت. یه موقع از موجب هدایت مردم میشید این خوبه، اما یه موقع ازش که پل میشید. یعنی چی؟ یعنی مردم بیان این پل میرن تو بهش، این پل خراب میشه تو جهنم. اینه ای که یه وقت شما رو مسخره میکنن، اینا پل رفتن شما به بهشت. شما با این ارتفاع درجه، البته ما باید یه کاری بکنیم انشالله. اونها چون که پیغمبر اکرم هم از این انک مجنون هم ناراحت نمیشد، هم تلاش میکرد دیگه بهش نگن. نه به دلیل اینکه این که مجنون بده، نه به دلیل اینکه اون وقتی میگه این که مجنون میره جهنم، حضرت نمیخواستیم بره جهنم. مؤمنین کار بکنن دیگران خوب بشن بهشتی، دیگران خوب بشن اینا میشن بهشتی، دیگران برن جهنم باز اینا میرن بهشت. یعنی همه گونه در راه خدا بودن سوده.